شیما همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، انتظار میره که واکنش اسرائیل به حمله حوثی‌ها به تل‌آویو به چه شکل باشه؟ خب به نظر میاد که بعد از حمله بامداد جمعه حوثی‌ها به تل‌آویو که در اون یک غیر نظامی هم کشته شد، شاید به نوعی حتی جمهوری اسلامی و اسرائیل یک گام دیگه به یک رویارویی مستقیم نزدیکتر شدن بعد از اون در واقع حالا رویارویی که در اوائل در فروردین ماه امسال داشتن. دیروز وقتی که نگاه میکردم من رسانه های اسرائیلی یا گوش میدادم به رادیو، کارشناسان زیادی بودند که میگفتن شاید وقت اون رسیده که اسرائیل اقدامی علیه خود جمهوری اسلامی انجام بده و این رو ما شاید حالا به نوع دیگری از زبان مقامات اسرائیلی هم شنیدیم، از دانیل هاگاری که گفت که این جمهوری اسلامی هست، این ایران هست که به گروه های تروریستی نیابتی خودش هم پول میده، هم اسلحه میده و هم به اونها فرمان میده. این همین حرف رو باید گفت که اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، هم زد. وزیر خارجه اسرائیل حتی کمی پا رو فراتر گذاشت، گفت که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که در اردن هم جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز کنه و البته پادشاهی اردن رو هم به خطر بندازه به عنوان یک حکومت. خود اسرائیل کاتس در اون توییتی که دیشب زد این رو هم گفت که جامعه جهانی باید پیش از آنکه دیر بشه بیاد و تحریم‌های فلج کننده ای رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه. اون منظورش از این که پیش از آنکه دیر بشه و اگر دیر بشه چه خواهد شد رو نگفت. اما حالا در کنار این واکنش مستقیم به خود حوثی‌ها هست، موضوعی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه که مقامات این کشور از همون دیروز صحبت در این زمینه رو آغاز کردن، در این زمینه که چطور واکنششون بدن و اینکه یک گزینه‌ای که با احتمال فراوان روی میز هست اما هنوز تصمیم نهایی در زمینش گرفته نشده، حمله مستقیم اسرائیل در یمن هست. حمله‌ای که خب میتونه حالا یا موشکی باشه و یا حمله هوایی باشه. اما موضوع مهم در این زمینه این هست که بسیاری از کارشناسان در اسرائیل میگن که حوثی‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند. بعد از سالها جنگ داخلی در یمن، جنگ با عربستان، حملات نیروهای ائتلاف در 7-8 ماه گذشته، به همین دلیل هم هر حمله ای هم که اسرائیل بکنه احتمال داره که نتیجه چندانی نهایتا در عمل نداشته باشه از نظر بازدارندگی. ممنونم از تو اشکان صفایی از اورشلیم.